اینجا و بریم این مثال یاد بکنیم. مثلا من برگردم بگم و این رو برداریم، فعلا برگردیم بگیم که سویتی، مثلا برگردیم بگیم پلیز اینتر مثلا یور یوزرنیم، یوزرنیم تو وارد کن. من اینجا هم بیام یه استرینگ بزنم و برگردم بگم یوزرنیم، یوزرنیم و برگردم بگم که یوزرنیم مثلا باشه اینپوت مقدار یوزرنیم داشت نکست. خب یا میگم ایف، اگر در واقع مقدار یوزرنیم، خب ما میبینیم اینجا مساوی میذاشیم درسته، میتونی در واقع بیاد مثلا برگرد بگید بگید چه بگید مثلا تو رجا همین این همچه چیزی رو بذارید در به این شکل، خب این جواب نمیده تو جاوا. خب بعد از مقدار از متد equals استفاده کنید، equals رو که میذاری در واقع دارید میگید که این مقداری که وجود داره تو این، بیا ببین equals، بیا ببین مساوی هستش با این مقدار، این حال هستش که به این شکل مثلا من میادم یا تو رجا همین. خب من میادم یا مثلا یوتی مثلا میگم welcome to مثلا your page، یا بعد من میزنیم مثلا مقدار یوزر else، برمیگردم یا مثلا یوتی برو please مثلا register این مثلا وبسایت، خب برو این رو در واقع تو وبسایت رو ثبت نام. خب میایم اینجا و trace رو بزنیم، stop return رو بزنیم و اجرا بگیریم بریم جلو. یه دونه دوتا برمیگرده اینجا به دیگه که وارد کن و از کنم هم دار دو رجا همین رو همه میدم و الان دو رجا همین داخلشه و میاد اینجا equals هست، الان مقدار true رو برگرده و طبیعتا باید بیاد اینجا این مقدار رو برای ما چاپ بکنه و در نهایت هم تمام. خب حالا اگر اشتباه وارد کنیم چی؟ حالا اگر اشتباه وارد میشه دوباره بیام این رو بیلش بکنیم و بیام حالا یه مقدار جلو، بیاد منتظر هستش که شما وارد کنید، سری برگرده بگم مثلا تست. خب و میاد اینجا، خب طبیعتا تست مساویه با تو رجا همین نخواهد بود و چه اتفاقی افتاد؟ مساوی نیست دیگه، میکنه روی else و میبینید که این مقدار رو قرار میده و تمام. خب این هم if و else، حالا به ساله متفاوت براش زدیم و پیاده کردیم. خب بریم if و else های تو در تو رو هم بررسی بکنیم که باید بیم یه ترفندی به کار ببریم که اینجوری نشه و بعد هم if و else، if و اینها رو بزنیم و بعد switch.